أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که جلسه گذشته شروع کردیم پیرامون خوشبختی و سعادت بود. عرض شد که همه انسان ها به دنبال خوشبختی میگردند و هر انسانی فطرتاً از اون جهت که حب به ذات، حب به نفس داره و علاقه به خودش داره، خوشبختی و سعادت خودش رو هم میخواد. بعد عرض شد که نظریات مختلفی در مورد خوشبختی داده شده و گفتیم که خوشبختی تعریفش مقدار مشکل هستش. یک نظریه مطرح شد و اون این هستش که خوشبختی رو مساوی با لذت گرفتن، که انسان این که اهل لذت هست و زندگی به او خوش میگذره از جهت اینکه لذتش تامین بشه، لذت‌های مختلفش، خوشبخت است. در این باره صحبت کردیم که خوشبختی با لذت برابر نیست. دلایلی هم آوردیم که ذکر شد. آخرین نکته که عرض شد این بود که سعادت با لذت و شقاوت و بدبختی با رنج و در ارتباط نزدیک دارد. یعنی هر جا سعادت هست لذت هست و هر جا بدبختی هست رنج هست. اما عکسش رو گفتیم صادق نیست. یعنی اینجور نیست که هر جا لذت بود سعادت باشه و هر جا رنج و سختی بود شقاوت و بدبختی وجود داشته باشه. گفتیم این چنین رابطه‌ای نیست، بلکه از اون طرف است. نتیجه که از این حقیقت میگیریم این استش که ما فقط لذتی رو سعادت میدونیم که این لذت اولا مانع لذت بالاتر نشه، این یه شرط که لذت اگر کسی برد به وسیله این لذت از لذت بالاتر محروم نشه، چون باخته دیگه. انسانی بخواد یه لذتی ببره، خودشو اسیر یه لذتی بکنه اما از یه لذت بالاتر محروم بکنه، این که خوشبختی نیست، این باختن استش. طرف سرش کلا رفته اینجوری اگر عمل بکنه. و ثانیاً لذتی خوشبختی هست و سعادت شمرده میشه که موجب رنج بزرگتری نشه. یعنی اگر باشه ما لذت ببریم ولی بعد درد سر بالاتری داشته باشیم، سختی داشته باشیم به خاطر لذتی که بردیم، درد سر داشته باشه، دود داشته باشه که بعدش دودش تو چشمون بره، این که فایده نداره. ما نمیتونیم بگیم این لذت واقعا خوشبختی و سعادت هست. پس لذتی با سعادت قرین هست، همراه هست، که اون لذت ما رو از لذت بالاتر محروم نکنه و موجب درد سر بالاتری هم نشه برای ما. درباره رنج چی؟ درباره سختی ها و بلاها و رنج ها چی؟ اون هم همچنین. ما فقط سختی هایی رو بدبختی میدونیم، سختی ها رو شقاوت میدونیم و بد میدونیم، که اون سختی ها مانع رنج بزرگتر نشن. یعنی در واقع ما به طور دیگه اگر بخوام بگم براتون این هستش که رنج و دردسر و بلا و عذابی شقاوت شمرده میشه که مانع رنج بالاتر نشه برای ما. اما اگه ما یه رنجی بکشیم که این رنج بتونه رنج بزرگتری رو از ما برطرف بکنه، بعد این رنج سختی که سختی بزرگتری رو، عذاب بیشتری رو از ما برطرف بکنه، ما هیچ وقت نمیگیم این سختی بدبختی هستش. بگیم آقا سخته، فلان کار سخته، فلان کار دردسر داره، آدم اذیت میشه این کارو بخواد بکنه.
اما باید فکر کرد اینی که تو میگه اذیت میشه، من نمیتونم انجامش بدم، من حوصله‌شو ندارم، من بدم میاد، این آیا سختی بالاتری رو از تو برطرف نمیکنه؟ و آیا به خاطر نرفتن سراغ این سختی، سختی بالاتری سراغ تو نمیاد؟ بعضیا به خیال خودشون آدمای عاقلی هستن، آدمای خوش سلیقه‌ای هستن، آدم های زرنگ و خوش فکری هستن به نظر خودشون. جایی که باید تم بدن به یک سختی، به یک دردسر، به قول امروزی ها، به یک کار مشکل، پر مشقت، یا نه زرنگی نیست شما تن نبدیم. نمیره سر وقت اون کار پر مشقت، سخت، بعد بعدها در آینده میفتن به کارهای به عذابی به مراتب بدتر، به سختی به مراتب بدتر. مثلا درس خوندن سخته. شما وقتی میخواید درس بخونی باید مقداری از وقتت رو بذارید برای تمرکز روی درس. تمرکز هم خصوصیتی که داره، در تمرکز انسان تنهاست، یعنی شما باید ارتباط رو با خارج قطع کنی، از هر لذتی، از هر شنیدنی، از هر دیدنی، از هر ارتباطی، از هر چیز متمرکز بشی روی درست، ریاضیات، فیزیک، شیمی، مثلا تاریخ، جبر، مسائل مختلف، عربی بخونید مثلا، چیزی بخونید. اینو باید تحمل کنید. شب امتحانی مثلا دیگران ممکنه خیلی خوش باشن، برن بگردن این طرف و طرف، پای تلویزیون باشن، نمیدونم تو مهمونی ها برن، شما باید این سختی رو تحمل کنید. بعضی میگن کی حوصله داره این سختی رو تحمل کنه؟ دلت خوشه؟ مگه من دیوانم که برم این کارو کنم؟ اینا که این کارو میکنن امولن، نمیفهمن. ما چیکار میکنه؟ ما این کارو نمیکنیم، تن نمیدیم بشه. بعد این کارو نمیکنه، بی سواد بار میاد. جوون الان 15 سالشه، 16 سالشه، 17 سالشه، میگه که دب خودمون گرم که مثل این بچه لوسا نرفتیم مدرسه. بچه مدرسه‌ای، بچه مدرسه‌ای چیه؟ دست ها میکنم تو جیب، راست راست میگم تو خیابون، عشقم میکنه، پول تو جیبی از بابا میگیری و ننه میگیری. بعد یواش یواش سنش میاد بالاتر، سن میاد بالاتر، 20 و 21 و اینا، میبینه که ای بابا مثل یه احتیاجاتی که قبلا نداشته الان پیدا کرده، مثلا احتیاج پیدا کرده به ازدواج. خب حالا میخواد ازدواج کنه. اول بسم الله، مثلا حالا یه کسی میبینه و میپسند و میرن خواستگاری. خب بفهمید ببینم مثلا ایشون چیکاره هستن، کار نداری. یا میبینه که نه، اگه کار نداشته باشه به زن نمیدن که، حالا بوده دنبال کار. خوب دقت کنید ها، همسنای شما زیاد میان اینجا. تو هفته ای نیست که اینجا چند تا از همسنای شما نیان اینجا، اونا که نزدیک ازدواجشون هست که درد سر دارن راجع به این قضیه. بی فکری های دوران مجردی یه نمونه است. بعد سختی های دوران زندگی و مدیون شدن به زن و فرزند تا آخر عمر و خیانت به اونها. بعد حالا رفته زنبیر، دوستانی بودن که ما چندین بار دوران مجردیشون بهشون تذکر دادیم که شما الان تا وقت ازدواجتون نرسیده، تا وقت کارهای بزرگ نرسیده، درس بخونید، صفر درستون رو بخونید. توی مملکت اگه بخواید خودتو سرپا نگه داری، یکی از عوامل اساسی در همه جوامع اینجوری است. یعنی شما اگه به جامعه شناسی همه کشورها مراجعه کنید، من مطالعه کردم، تحصیلات یکی از سه عنصر یا چهار عنصر اساسی منزلت های اجتماعی هستش. یعنی کسی بخواد موقعیت اجتماعی مناسب پیدا کنه، یکی از عناصر اصلیش تحصیلات. تنبلی میکنه، میخواد دیپلمش رو بگیره، جونش برای لبش میاد، میخواد دیپلم رو بگیره، سال سوم، دوم، اول ول کرده، حالا میخواد بره ازدواج کنه. اینه که باید خوب کاری داشته باشه دیگه، کار میره اونجا، میگه که نمونهش یکی همین هفته قبل اومد. چقدر ما اینو نصیحت کردیم تو این چند سال؟ الان رفته توی اداره شده پادو. بعد خب چقدر حقوق بهش میدن؟ حقوق کمی. حالا بخواد ازدواج بکنه نمیشه با این حقوق، هیچ کاری نمیتونه بکنه. پدر مادر وضعش خوب نیست، هست کمکش بکنه، به سختی میفته. از این ور فشار، از این ور وضع اقتصادی تو مملکت حاکم هست، از این بیسوادی این و بیهنری این، ببینید که از درون فشار میاد، از بیرون هم فشار میاد، هیچ کاری نمیتونه بکنه. چند روز پیش اومد با گریه التماس میکرد، همین آقایی که من اون موقع بهش میگفتم باد مینداخت تو دماغشو،
ابرو مینداخت بالا و گفت نه بابا خودو گلیم خودمون از آب میکشیم بیرون. اومده بود التماس میکرد تو رو خدا من خانومم میخواد وضع هم کنه، هیچی ندارم، هیچ. تا با چندی مورد اینطوری داشت میخواد وضع هم کنه، نمیده پول دکترش رو بدم. پس ما رنج و سختی رو که مانع رنج و سختی بالاتری بشه اینو ما بدبختی نمیدونیم، اینو شقاوت نمیدونیم. میگیم این رنج و سختی رو ما چیکار میکنیم؟ تحمل میکنیم و به جان میخریم. و یا اینکه مقدمه لذت بالاتری نباشه، مقدمه لذت بالاتری نباشه. اگه سختی مقدمه لذت بالاتری نباشه ما میگیم اون سختی بدبختیه، اما اگه مقدمه شد برای لذت بالاتر دیگه بدبختی نیست. یه نفر دوران دانشجویش مثلا باید بره توی خونه خیلی کوچیکی مستأجر باشه تا مثلا بیاد بره توی یکی از این رشته‌های خوب درسی دانشگاه درس بخونه، با حقوق کم دانشگاه باید بسازه، یه جا باید بره کار بگیره تا یه لقمه نون بخوره نمیده دستش بیاد، میخونه میخونه میخونه، تحصیلات عالیه کسب میکنه، یه دفعه میبینه با حقوق خیلی کلون یه جا استخدام میشه، همش جبران میشه. یعنی سختی هست، اما این سختی مقدمه یه لذت بالاتری هستش، یه رفاه بالاتری هست. هیچ کس نمیگه این سختی بده جز یه عده. کیا هستم یه عده؟ کسی میدونه؟ چه کسی رنجی رو که رنج بالاتری رو دفع میکنه و مقدمه هست برای لذت بالاتر، این رنج رو بد میدونه؟ چه کسی بد میدونه؟ آدم جاهل، آدم نفهم. پس این دو مسئله درباره لذت و رنج اینا فرمول میشه برای ما برای به اصطلاح بحثایی که خواهیم کرد. نکته بعدی این استش که محوری که رنج و سختی و لذت به دور او میچرخه محور طبع و خوشایند انسان هستش، مطبوع بودن یا عدم مطبوع بودن. یعنی کی میگیم یه کاری رنج داره یا یه کاری لذت داره؟ اون موقعی که به طبع ما جور در بیاد. وقتی به اون بچسب خوب، به طبع ما جور در بیاد، با میل ما جور در بیاد، میگیم این کار لذت. اگر با طبع ما جور در نیاد میگیم این کار چی هستش؟ این کار سخته. خب اینجا میخوام جدا بکنیم مسئله چیو؟ مسئله لذت رو با سعادت و خوشبختی و مسئله رنج رو با چی؟ با شقاوت و بدبختی. گفتیم که هر جا سعادت هست لذت هم هست و هر جا شقاوت و بدبختی هست سختی هم هست، اما عکسش درست نیست. یعنی هر جا لذت بود سعادت نیست و هر جا رنج و سختی بود شقاوت و بدبختی نیست. مثال ها رو هم زدیم. حالا یه عامل دیگه میخوام معرفی کنم و اون عامل مثل عامل قبلی جدا کننده یه لذت و رنج از شقاوت و سعادت هستش. اون چی هستش؟ اون این هستش که لذت و رنج حول محور چی میچرخه؟ مطبوع بودن یا مطبوع نبودن، خوش آمدن یا خوش نیامدن. اما سعادت و شقاوت محورش محور لذت، محور طبع نیست، محورش چی هستش؟ مصلحت هستش. یعنی وقتی مصلحت یه نفر، مصالح یه نفر تامین بشه میگیم این شخصی هستش خوشبخته، اما اگه مصالحش تامین نشه میگیم این شخصی هستش بدبخته. پس محوری که ما سعادت رو باهاش میسنجیم مصلحت هست یا شقاوت و بدبختی رو، اما محوری که رنج و سختی رو یا لذت و خوش آمدن رو باش میسنجیم مطبوع بودن هستش. یه مثال بزنم. مادر وقتی بچهش میبره واکسن میزنه، واکسن درد داره، آقا آمپول هست میخواد بذاره مثلا به بازوی بچه یا به مثلا باسن بچه میخواد آمپول بزن، خب واکسن تزریق کنه. از این جهت که درد داره رنج داره، رنج داره، درد داره، این طرف داره، بچه دردش میاد، میگه خوشم نمیاد، به بچه مثلا 3-4 ساله میخوای واکسن بزنی، داد میزنه اصلا واکسن نمیخوام،
چرا مادر به زور میاره براش وایسن میزنه؟ او خوش آمدن بچه رو نگاه میکنه یا بد آمدنشو یا مصلحتشو؟ کدومشو نگاه میکنه؟ مصلحت یه مادر به فکر مصلحت بچه است. چه میخواد خوشت بیاد چه خوشت نمیاد، آمپول من باید براتم بزنم چون من مصلحت تو میبینم، من تابع میل تو نیستم که تو بگی من مطبوع من نیست آمپول بزنم، خوشمون نمیاد، نه من باید برات واکسن تو بزنم. پس محور لذت و محور رنج این است که شخص خوشش میاد خوشش نمیاد، اما سعادت و خوشبختی محورش مصلحت فرده. یعنی چی؟ یعنی ما مصالح عمومی فرد رو در نظر میگیریم در کل، بعد میگیم که چی هستش؟ شخص خوشبخت هست یا خوشبخت نیست. توضیح بعدی شاید یه مقدار بیشتر روشن بکنه این قضیه رو. لذت یا رنج، لذت بخش بودن یا رنجاور بودن یه چیزی مربوط به یک عضوی از اعضای انسان هستش یا یک استعدادی از استعدادهای انسان. مثلا شما تو گرمای تابستان خوشت میاد که هوای خنکی داشته باشی، نسیم خنکی بهت بخوره، کدوم عضو تو لذت میبره از این نسیم خنک؟ پوست شما لذت میبره، این پوستم خنک شد. یا بعض وقتا لذت و رنج مربوط به یک استعداد ویژه انسان هست. مثلا انسان یکی از استعداداتش خوردنه، شهوت و میل خوردن هستش. انسان وقتی شیرینی میخوره، چربی میخوره، خوشش میاد، غذای چرب، غذای خوشمزه، شیرینی لذت میبره، میوه خوب. در لذت پای چی در میون هست؟ در لذت پای یا یک استعداد یا یک قوه در میان هست، مثل استعداد خوردن، شهوت شکم یا شهوت جنسی. کسی از شهوت جنسی لذت میبره، شهوت جنسیش، میل جنسیش لذت میبره فقط. یا کسی که مثلا هوای گرم بهش میخوره، این پوستش گرم میشه، میسوزه، ناراحته. اما تو سعادت ما با عضو خاصی سر کار نداریم یا با استعداد خاصی سر کار نداریم. سعادت و خوشبختی مربوط به استعداد خاص یا عضو خاصی از بدن انسان نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه سعادت و خوشبختی یا شقاوت و بدبختی کل وجود انسان رو در بر میگیره. مربوط است به چی؟ به کل وجود انسان. مثال واضح تر کنم. یه نفری که قندش بالاست، قند بالا باشه میدونی یعنی چی دیگه؟ قند اگه بزنه بالا، بیش از حد بزنه بالا، شخص رو یا کور میکنه یا عضوی از اعضای بدنش رو پزشکا قطع میکنن که بیماری قند مثلا به قلب طرف نزنه بکشش. میگن این پاش دیگه باید قطع شه، اصلا بیماری قندش کم باشه 4 تا انگشتشو میبرن، یه ذره بیشتر باشه از مچ میبرن، یه ذره بیشتر باشه میبینی که از زانو قطع میکنن پاش. یعنی باید قطع شه ولی میمیره. حالا این شخصی بیماری قند داره، از خوردن شیرینی لذت میبره یا لذت نمیبره؟ میلش که لذت میبره دیگه، یعنی شیرینی شما بهش بدی میخوره، کیف هم میکنه. لذت با عضوی از اعضای او که دهانش هست و شهوت شکمش هست و اون دستگاه خوردنش هست سر کار داره، میگه به به چه چه چقدر خوب بود. اما برای کل وجود این شخص این شیرینی خوشبختی است یا خوشبختی نیست؟ خوشبختی نیست. برای این خوردن شیرینی زهره. اون ممکن لذت داره، اما لذتی است که کل وجود رو به خطر میاندازه. پس ما از اینجا میفهمیم که لذت با خوشبختی برابر نیست. لذت و رنج پس چی شد؟ لذت و رنج مربوط است به یک عضوی از اعضای انسان یا یک استعداد خاصی از استعدادهای انسان، اما سعادت مربوط است به کل وجود انسان و بدبختی هم همینطور مربوط است به کل وجود انسان. یه نفر آقا مثلا امشب قرار اعدام بشه، مثلا همین که بمب گذاشت تو مرقد حضرت امام سلام الله علیه، اعدامش بخواه کنن، جنایتی میخواسته بکنه، کلی از مسلمان ها رو میخواسته بکشه، بگن آقا این اعدام.
حالا این بدبخته یا خوشبخته که میخواسته این همه مسلمون رو بکشه، بعدم الان چند دقیقه بعد میخواد بره اون دنیا، حساب رسی هم داره اون دنیا. این بدبخته. حالا اگه امشب بهش چوره کباب بدن، مرغ بدن، فسنجون بدن، جوجه کباب بدن، شیرینی بدن، این عضوی از اعضاش ممکنه لذت بره، یا یکی از استعداداتش ممکنه لذت بره، اما ما اینو خوشبخت نمیدونیم، اینو بدبخت میدونیم. بدبختی مربوط است به کل وجود انسان و خوشبختی مربوط است به کل وجود انسان، اما لذت و رنج مربوط است به عضوی از اعضا یا استعدادی از استعدادها. این هم یه نکته. از مجموع عرایضی که تقدیم شد این نتیجه رو میگیریم که رابطه لذت با سعادت رابطه فرد هست با کل، جز هست با کل. یه مثال محسوس‌تر بزنم تا بیشتر متوجه بشید. رابطه یه، اینو خوب دقت بفرمایید، دیگه الان تخته هم نیست من یادداشت کنم، بر رابطه لذت با سعادت، رابطه چی؟ بلند بگید لذت با سعادت. رابطه لذت با سعادت مثل رابطه سعادت فرد هست با سعادت اجتماع. یعنی یه نسبت ببندیم، نسبت میذاریم، رابطه لذت با سعادت مساوی است با رابطه لذت فرد با لذت اجتماع. گفتیم رابطه لذت، رابطه لذت مطلبی هست که با عضوی از اعضا، با جز سر و کار داره، اما سعادت با چی سر و کار داره؟ با کل. در فرد و اجتماع هم اینجوری هستش. یه موقع سعادت من این هستش که بله من پولداری بشم، توی اجتماع من بگم خب من الان مثلا چیکار میکنم، الان میرم از خارج مثلا 100 تن برنج میخرم میارم، میرم از خارج 10 میلیون تومن مبل میخرم، کالای لوکس میخرم میارم از خارج، 10 میلیون تومن لباس میخرم میارم، میخرم میارم اینجا میفروشم، میزنم به جیب، کلی پولدار میشم، این برای من خیلی خوبه دیگه. اما از این جهت که من دارم این 10 میلیون تومن رو عرضه مملکت رو خارج میکنم، مثلا برای خریدن یک کالای لوکس، به کجا دارم لطمه میزنم؟ به کل جامعه. سعادت جامعه تو خطر میفته با چی؟ با رفاه من. اینجا از جهت فردی مطالعه قرار بدید، بله بنده آدم خوشبختی هستم، آدم موفقی هستم که چیکار کردم؟ که مثلا 10 میلیون تومان کارهای لوکس از خارج وارد کردم. 10 میلیون تومان یعنی بودجه مملکت و ارز رو خارج کردم. اما از این جهت بیایم کل جامعه رو در نظر بگیریم، کل جامعه به خاطر این نوع تجارت بنده به خطر میفته و خطرناک هستش. اینم یه نکته اساسی. این فرمولا رو نگه دارید، بعد که وارد اصل بحث میشیم اون وقت همش به کارمون میاد. یواش یواش. مطلب بعد این هستش که خوش اومدن یا خوش نیومدن، مطبوع بودن یا مطبوع نبودن مختص زمان حاله، مختص زمان حاله. اما سعادت و مصلحت شخص، مصلحت بودن یا مصلحت نبودن، این مربوط هستش به چی؟ هم به زمان حال هم به زمان آینده. بچه وقتی از واکسن فرار میکنه فکر چی هستش؟ فکر آینده شه؟ نه، فکر نیست که من الان آمپول رو نخوریم، الان دردمون نیاد. اما مادر چی؟ مادر هم الان بچه رو دوست داره هم آینده رو بچه رو دوست داره. چرا؟ چون مصلحت بچه رو میخواست. پس در مصلحت حال و آینده فرقی نمیکنه، یکی است. اما در لذت و مطبوع بودن یا خوش اومدن فقط چی مطرح هستش؟ زمان حال مطرح هستش. پس افرادی که شعورشون به مصلحت میرسه هم حال در نظر دارن و هم آینده رو، اما افرادی که عاقل نیستن، جاهل هستن، در روانشناسی جاهل خدمتون عرض کردم دیگه، دست روانشناسی عاقل و جاهل مفصل اینو عرض کردیم، افراد جاهل فقط فکر نیستن که حالا فعلا خوش باشن، الان لذت برن.
پس یکی از مسائلی که در مسئله خوشبختی و سعادت مطرح است مسئله زمان است. مسئله چی؟ زمان. در سعادت و خوشبختی و مصلحت زمان، حال و آینده هیچ فرقی نداره، اما در لذت بردن و خوش اومدن و خوش نیامدن فقط چی مطرح استش؟ فقط زمان و حال مطرح است. شخص میخواد الان خوش باشه، الان راحت باشه. حالا ما اون بحثی که قبلا خدمتون کردیم میاریم از جلو مطرح میکنیم. الان اون داشتن دیدگاه ابدی هست به خودمون. یعنی وقتی انسان در قرآن نمودارش مطرح میشه، میگه انسان یه نقطه آغاز داره به نام تولدش و دیگه نقطه پایان انسان نداره، یعنی مدتی زنده هستش به نام عمرش، بعد قبری داره، برزخی داره، حیاتی داره پس از مرگ و بعد قیامتی داره و بعد از اون بعد زندگیش باز چی داره؟ ادامه داره. یعنی انسان موجودیست که نقطه آغاز داره اما نقطه پایان نداره. همه این حرکت به این بلندی، یعنی به بلندای ابدیت، یعنی انسان. پس انسانی که میخواد دیدگاه واقعی به خودش داشته باشه باید خودش ابدی نگاه بکنه. وقت حالا میخوام من بگم که خب وقتی با این دیدگاه به خودم نگاه میکنم، میگم مصلحت من در حال و آینده چیه؟ در حال و آینده. اونی که بعد از مرگ برای خودش قائل نیست، یا قائل هست اما مهم نیست براش، کاری با بعد با ابدیت نداره، کاری با بعد از مرگ نداره، آینده براش مطرح نیست، او فقط دنیا رو میچسبه. به قول قرآن ذالک مبلغهم من العلم، تمام اطلاعاتشون مربوط به دنیاست، حد اطلاعات و بینش اینها دنیاست. وقتی کسی خودش رو در محدوده دنیا میبینه اون براش مطرح است. کلیه چیزهایی که از باب مصلحت یا لذت یا سعادت داره میبینه، سعادت رو در کدوم قالب معنا میکنه؟ در قالب دنیا. چون نقش اساسی داره مسئله سعادت و بدبختی با زمان، ارتباط زیادی این دوتا با هم دارن، با مسئله زمان. اگه کسی خودش رو فقط در محدوده دنیا دید، این هر چی بشینه فکر کنه، 100 تا مشاور بگیره، عقل معاویه و 1000 تا مثل چرچیل هم که داشته باشه، او چون فقط خودش رو در یک محدوده مشخص میبینه، تمام چیزهایی که به نفع خودش فکر میکنه باید تهیه بکنه، همه چیزا همین رنگ رو دارن، حد دنیایی رو دارن، اصلا معنا نداره آخرت براشون. او اینو فکر نمیکنه، اصلا فکر نمیکنه که من مثلا من بعد از اونم باید، منم هستم، مصلحت من حال و آینده نداره، دنیا و آخرت یکیه، من یکی هستم، من موجودی هستم که هم دنیا دارم و هم آخرت، هم قبر دارم، هم قیامت دارم و هم بهش و جهنم هست در انتظارم. بعد وقتی میخوام حالا فکر بکنم در کلیه ارتباطاتم، میام خودم رو به بلندای ابدیت میسنجم، یعنی میگم من عبارت هستم از موجودی ابدی. حالا وقتی میخوام ارتباطاتم رو برقرار کنم، رفتارهایی با خودم یا با دیگران کنم، بر اساس نوع دیدگاهم ارتباط برقرار میکنم. با این رفیق شم، میگم اگه الان من با این رفیق شم خب خیلی حال میده، پولی تو جیب میزنیم، صفایی میکنیم اینها، اما آیا این در دراز مدت دیگه مطرح نیستش؟ که چون حال آینده در سعادت نقش یکی هستش. در آینده چی رفاقت با این به نفع من هست یا به نفع من نیست؟ آخرت من، ابدیت من، قبر من، قیامت منو به خطر میاندازه یا نمیاندازه؟ اگر فقط در حول و حوش محدوده دنیا فکر کنم، به این فکر نمیکنم دیگه، میگم این الان رفیق جونجونی ماست، کیف میکنیم باش، این میسرسه باهاش ارتباط برقرار بکنی، ارتباط برقرار بکنی. میخوام رشته تحصیلی انتخاب بکنم، خب این رشته تحصیلی که من میخوام انتخاب کنم، دیدگاهم دو جوری، یه موقع میگم که من یه انسان ابدی هستم، رشته تحصیلی رو انتخاب کنم که این رشته تحصیلی منافات با حرکت ابدی من نداشته باشه. یه موقع هستش که اگه این دیدگاه نداشته باشم، میگم کدوم رشته پول توش بیشتر هستش، شهرت بیشتر توش هستش، به به و چهچه بیشتری داره، اون انتخاب میکنم. بعضی هستن آدمای خوبی هستن، حواسشون هست، اما خیلی جا این زیرکی رو از دست میدن، یعنی دیدگاه که از دست میره انسان شعورش هم از دست میره، بینش از دست رفته دیگه، لذا مصلحت بینی کور میشه، اینو از دست میده. بعد مثلا رشته رو انتخاب میکنه در دانشگاه چه ظاهرا خیلی پول توش هست، ظاهرا خیلی شهرت توش هستش، اما همین پول و همین شهرت اون آینده رو خراب میکنه.
این به نظر خودش خیلی آدم زرنگی بوده، اما وقتی آینده رو نگاه بکنی، نه، آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار. دودش بعدن میاد. این اون دوده رو نگاه نمی کنه دیگه. رفته بود یه نفر دزدی بکنه، یه جایی رو میکندیش، دیواری رو شبونه میکن، بهش گفتن داری چی کار میکنی؟ گفت دارم ساز میزنم. گفتن این چه ساز زدنیه؟ پس صداش کو. گفت صداش فردا میاد، صدای این سازو فردا میاد. یه فردی که صاف کنه اومد گفت آی بردن، بدبخت شدم، بیچاره شدم، این سازه، صدای سازی هست من امشب دارم میزنم. این در رفتار با خودم، در رفتار با بقیه من همینجوری هستم. زمان رو اگر درست ببینم، من میگم زمان، بله من 60 سال زنده هستم، 70 سال زنده هستم، باید فکر این 70 سال باشم. همه انسانی که درست دیدگاه داره که اینجوری نمیگه، نمیگه من 60 سال زنده هستم، 70 سال زنده هستم، میگه من برای ابد زنده هستم، من قبرم دارم، تو قبرم همین زندگی باید داشته باشم، اونجا هم توشه میخوام، آذوقه میخوام، قیامتی هم دارم، اونجا من خودم باید تهیه کرده باشم. اگر فقیر متولد بشم بدبختم. مثل کی بدبختم؟ مثال چی بود مثالمون؟ مثل جنینی که از رحم مادر با خود شرایط زیستی دنیا رو نیورده، خودش نیورده، خودش هم بدبختشون دیگه. ما عشق میکنیم تو رحم، الان نیازی نداریم، چه چشم میخوام چیکار، گوش میخوام چیکار، قلب میخوام چیکار، دست و پا میخوام چیکار، اینجا تو همین رحم صفا میکنیم. بعدی از رحم انداختنش بیرون میاد این دنیا، میبینید ای بابا اینجا چشم میخواد، اینجا گوش میخواست، اینجا قلب میخواست، دست و پا میخواست، نیورده با خودش. برگشت پذیرم که نیست، بگیم ما برگردیم همونتون شکم مادرمون، دیگه نمیشه برگرد، باید همینجا باشی، اینجا شرایط زیستی ثابتی داره و تو چون تاییه نکردی بسوز و بساز. وقتی من اینجوری نگاه کردم به خودم، با دیگران هم اینجوری نگاه کنم، با بچه‌ام، بچه‌مو خیلی دیدگاه داشته باشم، بهش میگم که خب این دختر هستش مثلا، الان من باید فکر جهیزیش باشم، این دختر یه سال دو ساله رو 20 سال دیگه شو میبینم، میرم مرتب واکسنش رو میزنم که فلج نشه، بیماری نگیره، اینها دارم 20 سال آینده میبینم. معلومم نیست 20 سال دیگه زنده باشه ها، ولی میگم شاید زنده بود، بالاخره من به عنوان پدر یا مادر باید به فکر باشم، شاید زنده نباشه این ازدواج کنه، اما میگم که شاید هم زنده بود، خب من حالا اگه زنده بود باید خیلی جهیزیش باشم دیگه، جهیزیش هم تهیه میکنم. بعد میگم خب این بچه بعدا میخواد تو اجتماع زندگی کنه، باید با سواد بار بیاد، میفرسرش مدرسه، هم درسش هم میخونه، حالا اگه دانشگاه هم رفت بله، خب بعد میگم دختر تحصیل کرده دارم، پسرم باشه همینطور، در میفرسرش مدرسه، درسشو بخونه، دیپلمشو بگیره، برای سربازیش فکر هستم، یه دوتا قالیچه هم میذارم که اگه ازدواج کرد بشه هدیه بدیم، و بعد یه عروسی هم براش میگیرم، و بعد میگم خوش اومدی رفت. این دیدگاه منه. بچه‌ها فقط تو محدود دنیا می‌بینم. به نظر خودم پدر موفقی بودم، مادر موفقی بودم. بچه‌م الحمدلله دکتر شد. بچه‌م الحمدلله مهندس شد. خوشبخت شد. تحصیلات خوب داره، ثروت خوب داره، خونه داره، ماشین داره. بچه‌م خوشبخت شد. منم پس پدر خوبی هستم. اما قرآن میگه اون وقت که میشه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، روزی که انسان از برادرش و از پدرش و از مادرش و از همسرش فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ چون متوجه میشه که ای بابا یه کار دیگه باید با این بچه میکرده، یه چیز دیگه باید برای این بچه تهیه میکرده، تهیه نکرده اون چیزه رو. لذا قرآن وقتی صحنه خانواده رو در قیامت مطرح میکنه، میگه اینا همه دارن فرار میکنن از هم دیگه، همه خائن نسبت به هم دیگه، الا المتقین، مگر کسایی که از اول نسبت بچه بینش داشته باشه. میگم بچه‌م، خب بچه است دیگه، حالا من بلندش نکنم صبح نماز بخونه، خوابش میاد، صبح بلندش نکنم نمازشو بخونه، بعد زور بهش نگم نمازشو بخونه، ما رمضان خب گشنش میشه، تشنش میشه، نمیخواد، بچه‌م عزیزم نمیخواد روزه بگیر، روزه نگیر تو، بعد گناه میکنه، خطا میکنه، دروغ میگه، میخوام تربیتش کنم، من اگه الان بهش بگم ناراحت میشه، چادر میخواد سرش بکنه، گرمش میشه بچه، اگه الان میخواد تابستون میخواد چادر سرش کنه، رو سری سرش کنه، گرمش میشه، جواب درست حسابی میخوام پاش کنم، باز همین هی پشت گوش میاندازم، یه دفعه میبینی که بچه قیامت دقیقه منو میگیره. بچه رو زارا خوب باش رفتار کردم، بچه سالمه، آمپولاش هم زدم، واکسنش هم زدم، سوادش هم بهش یاد دادم،
جهیزیش هم براش تهیه کردم، شوهرم کرده، پسرم زن گرفته الحمدلله، سربازی رفته، دانشگاه رفته. بعد قیامت که میشه میبینی که ای بابا یه جور دیگه شده هستن، اونا اصلا یه چیز دیگه ما میخواستن اینجا، اینا اطلاعات آخرتی هم من میخواستن، دین میخواستن، حلال حرام از من میخواستن، من هیچ کم اینا یاد ندادم تو خانواده بچم، اصلا توجه به تربیتش نداشتم. بعد میشم چی؟ میشم خائن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند رو هیچ کس به گناهی بالاتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی کنه. هیچ کس خداوند رو به گناهی بالاتر از جهالت فرزند و خانوادهش ملاقات نمی کنه. جهالت پیغمبر وقتی میفهمه جهالت خانواده و فرزند یعنی چی؟ یعنی من بچه‌ام اگه سواد یاد دادم، شیمی و فیزیک و دانش درس دانشو بهش یاد دادم، دیگه آگاهش کردم، دیگه هیچ مسئولیتی ندارم. خیر، اون آگاهی که پیغمبر میگه این آگاهی نیست. من باید به بچه‌م اول یاد بدم که تو آدمی، انسانی، موجود موقت نیستی، فقط زندگی در محدود دنیا نیست. از الان درست خودتو تربیت کن، درست با خودت رفتار کن، پیوند بخور با ابدیت. من دیگه اونجوری باید اینا رو بهش یاد میدادم یا یاد ندادم بهش. دین باید بهش یاد میدادم، بهش یاد ندادم دین، کوتاهی کردم. زنم هیچی نمیفهمه، بچه‌م هیچی نمیفهمه، ولی تا دلت بخواد لباس دارم، تا دلت بخواد مرغ تو خونمون، تو فریزرم پر گوشته، مرغ، گوشت، میوه، همه چیزشون به راحت است، وسیله عیاب و ذهاب، راحت بودن، همهشون میزون بودن، درس میخواستن بخونن خوندن، خیاطی یاد بگیرن، گلدوزی یاد بگیرن، نمیدونم کامپیوتر یاد بگیرن، زبان میخواستن، پول دادن بهشون زبان یاد گرفتن. اما اینا رو ما نمیخوان. قیامتی وقتی پرده میره کنار، اونا میگن ما یه چیزی دیگه خواستیم. لذا وقتی داریم راجع به سعادت و خوشبختی صحبت میکنیم، باید ببینیم که با کدوم معیار صحبت میکنیم. در سعادت گذشته، حال و آینده یکیه، اما در خوش اومدن یا خوش نیومدن چیه؟ فعلا زمان حال مطرح است. فعلا زمان حال مطرح. میگم خب الان عشق کنم، لذت ببرم، این مهم است. اینم یه نکته. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بمونه دیگه. حالا می‌خواستم بحث این که انتخابگر در مصلحت و لذت کدوم شأن انسان هستش. انسان شئون مختلفی داره. لذت رو بعضی از شئون انسان می‌بینن، ولی مصلحت رو شئون دیگری می‌بینن. ما حالا باید صحبت کنیم، چون باید خودمون رو بشناسیم بالاخره دیگه. شخصیت کسایی که باشون زندگی می‌کنیم باید بشناسیم، ارزیابی کنیم خودمون رو، ببینیم که ما واقعا چیکارا هستیم تو این زندگی، کدوم شأن ما حاکم بر وجود ماست و اون شأن چقدر ارزش داره. ان شاء الله جلسه بعد در این مورد صحبت می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.